همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. امروز در رابطه با سیاست دفاعی و نیروهای مسلح در ساختار جمهوری ایرانی مورد نظر حزب مرز پرگوهر با شما گپ میزنیم. در این ساختار وظیفه نیروهای مسلح دفاع از آب و خاک و مرزهای پرگوهر ایران است. این مهمترین و تنها وظیفه است که بدون هیچ شک و شبهه‌ای تا ابد این ساختار باید مطیع آن باشد. در این راستا حزب مرز پرگوهر باور دارد که در یک جمهوری ایرانی یکایک شهروندان کشور این حق را دارند که بتوانند برای دفاع از میهن خود سلاحی غیر سنگین بر اساس قانون حمل کنند. کوچکترین بخش دفاعی میهن ما افراد و یکایک فرزندان این مرز پرگوهر است که این حق قانونی و طبیعی و دفاعی ملی را از آنان نمیتوان سلب کرد. در این رابطه لازم است اشاره‌ای داشته باشیم به موضوع اقوام و هم میهنان و فرزندانی که در کنارهای مرزهای ایران زمین زندگی میکنند. اگر این حق قانونی به صورت درست و کامل اجرا میشد، در زمانی که کشور ما مورد تهدید بیگانگان قرار میگیرد، همان شهروندان میتوانند به نحو احسن از مرزهای خود دفاع کنند تا نیروهای مسلح ارتشی خود را در آن منطقه مستقر کنند و کار دفاع از مرزها را به عهده بگیرند. نمونه آن را در جریان حمله صدام حسین تکریتی به ایران در مرزهای جنوب غربی ایران داشتیم که چه شجاعانه و افتخار آفرین یکایک فرزندان ایران زمین در آن منطقه ایستادگی کردند و با جان خود از میهن خود دفاع کردند. به یاد بیاوریم دلاوری فرزندان این مرز پرگوهر در خونین شهر خرمشهر را که چگونه خانه به خانه ایستادگی کردند و جانشان و خونشان با رنگ کارون عجین گشت و کارون تا ابد سرخ خواهد ماند. در کنار این موضوع ما باور داریم میهن ما تنها و تنها دارای یک ارتش مستقل و متحد خواهد بود. هیچ منطقه از میهن ما نمیتواند ارتشی محلی داشته باشد. ضمن اینکه حق حمل سلاح برای شهروندان را مجاز میدانیم، اجازه تشکیل ارتش محلی به هیچ بخشی داده نخواهد شد. طبیعتاً تمام بخشا و گروه‌های گوناگون مسلحی که امروز در ایران اشغال شده جمهوری اسلامی قرار دارند، در آینده در بدنه ارتش ملی و متحد ایران تقسیم خواهند شد و کسانی که دستشان به خون فرزندان این مرز پرگوهر آغشته نیست در آن ساختار تقسیم بندی خواهند شد و وظایفی به عهده و بر دوش آنان گذاشته خواهد شد و طبیعتاً گناهکاران و جنایت پیشگانی که دستشان به خون فرزندان این مرز پرگوهر آغشته است در میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، آنان به پیشگاه دادگاه‌های ملی تحویل خواهند شد که پرونده آنان در آن دادگاه‌ها رسیدگی و به مجازاتشان برسند. در ساختار نیروهای مسلح جمهوری ایرانی طبیعتاً فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح را شخص رئیس جمهور عهده‌دار خواهد بود که او میتواند قوه و نیروهای مسلح را هدایت و رهبری کند، اما برای آنکه بتواند ارتش متحدین خود را متحدین غیر ایرانی خود را انتخاب کند، رئیس جمهور باید به واسطه وزارت دفاع و وزیر دفاع لایحه‌ای را تهیه و تحویل مجلس شورای ملی دهد و پس از تصویب مجلس در آن اتحادیه‌ها و همکاری‌های خارج از مرزهای ایران می توانند همکاری کنند.
همینطور برای اینکه ایران بتواند در حرکتی فرامرزی برای موضوع خاص یا حمایت از کشور خاصی دخالت نظامی کند، دقیقاً به همین شیوه وزیر دفاع لایحه‌ای را باید تهیه، تحویل رئیس جمهور و رئیس جمهور تحویل مجلس شورای ملی دهد و پس از تصویب به آن می توانند عمل کنند. آغاز جنگ و صلح طبیعتاً تعیین شخص رئیس جمهور نیست و دستگاه گرداننده، یعنی فرماندهی سه قوه مجریه که ریاست جمهوری است، قوه قانونگذاری که رئیس مجلس است و دادگستری، در جلسه ای آن را تصمیم و تعیین می کنند. دوران خدمت وظیفه عمومی، خدمت وظیفه عمومی اجباری برای تمامی شهروندان به دور از داشتن و حساب دارایی هایشان یکسان است، همه در برابر قانون برابرند، به دور از در نظر گرفتن جنسیت و مذهب و شرایط دیگر، همگان باید در آن دوره وظیفه خود را به زیر پرچم انجام دهند. فرماندهان و افرادی که در ارتش هستند نمی توانند دارای عضویت سیاسی در تشکیلات سیاسی یا حزبی باشند و اگر به دلیلی فکر می کنند باید به عنوان کاندیدای یکی از مسئولیت‌های مهم و خطیر مملکتی شرکت کنند، باید ابتدا استعفا دهند و بعد در آن موقعیت خود را قرار دهند و کاندیدا شوند. ارتش و نیروهای مسلح به طور کلی و به طور مشخص اجازه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت و فرماندهان ارتش و افسران ارتش نمی توانند دارای سرمایه گذاری های خارج از ایران باشند، نمی توانند سهامدار یا دارای حساب بانکی در خارج از کشور باشند. فرماندهان و تمامی ارتشیان اگر برای خروج از میهن یا برای رفتن به تعطیلات از میهن میخواهند خارج شوند، مطمئناً دارای پاسپورتی ارتشی خواهند بود و با پاسپورت شخصی نمیتوانند مسافرت کنند، مادامی که به عنوان یک سرباز یا یک افسر یا یک فرمانده زیر پرچم سرنگ ایران خدمت میکنند. تمامی ارتشیان تنها می توانند دارای تابعیت ایرانی باشند. اگر به هر دلیلی دارای تابعیت دیگری بودند، باید تابعیت دومی خود را از دست بدهند و بعد وارد ارتش شوند. وظیفه مهم ارتش و نیروهای مسلح دفاع از خاک ایران است، نه حل مشکلات داخلی. در هیچ شرایطی ارتش نمی تواند برای حل و فصل مشکلات داخلی میان مردم و حکومت یا دولت وارد تصمیم گیری و یا وارد خیابان ها شود. یکی از علتهایی که حق حمل اسلحه برای یکایک شهروندان در نظر گرفته شده، دقیقاً به همین دلیل است که شهروندان بتوانند خودشان در مقابل حکومت خودشان را از دیکتاتوری حفظ کنند و در مقابل آن ایستادگی کنند. در آخر اشاره کنیم نیروهای مسلح داخلی مانند پلیس و باقی ارگانهایی که اجازه حمل اسلحه دارند و به عنوان نیروهای مسلح محسوب می شوند، وظیفهشان و مسئولیتشان با ارتش نیست و به مسئولیت آنان با وزارت کشور برمی گردد. بنابراین در این رابطه در آن مقطعی که در مورد مسئولیت‌های وزارت کشور صحبت می‌کنیم توضیحات کافی را خواهیم داد. به امید ایرانی آزاد از اشغال اشغالگران جمهوری اسلامی، ایرانی مستقل، ایرانی ملی و برقراری جمهوری ایرانی. مرگ بر جمهوری اسلامی و پاینده ایران.